ما در این رابطه باز هم به استکهلم برمیگردیم، این بار با سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد ایرانی صحبت میکنیم. آقای رسولپور خوش اومدید. عدم حضور مردم برای اجرای حکم اعدام در ملأ عام در روانسر رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ اتفاقی که افتاد این بود که به هر حال حکومت درسته که از نظر فیزیکی و از نظر اداری و ساختاری حضور داره در شرقی کردستان، اما به نظر میرسه که در 3 4 دهه گذشته از نظر ایدئولوژیک نتونسته حضور خودش رو کاملا تثبیت بکنه و همیشه مقاومت هایی از طرف مردم کردستان بوده و به این دلیل که مردم کردستان در کلیت خودش خیلی این قربانی مسائلی مثل اعدام، مثلا کشتار سیستماتیک و تبعیض و این مسائل بودن، باز به نظر میرسه که تا حدی در مورد اون ابزارهای سرکوب به این دلیل که خیلی بیشتر باش مواجه بودن، خیلی سیستماتیکتر و مستقیم باش در ارتباط بودن، یک نگرش خاص خودشون رو پیدا کردن. حالا این وسط فعالان مدنی، جریان سیاسی و این مسائل هم تلاش کردن که این آگاهی رو منتقل بکنن و این مقاومت رو دامن بزنن. و خب در اونجا مردم به اصطلاح شاید بشه گفت که نه گفتن به مسئله اعدام در ملأ عام. این به این معنی نیست که مطلقاً هیچ شهروند یا افرادی نیستن که موافق اعدام باشن، اما به نظر میرسه که اگه مقایسه بکنیم با شرایط دیگه ایران که میبینیم که صحنه هایی رو که آدم ها جمع میشن تجمع میکنن با موبایل و خیلی ذوق زده هستن از اینکه یه نفر قرار اعدام بشه، این اتفاق حداقل تا این لحظه ما هیچ نشانه‌ای که در کردستان وجود داشته باشه نمیبینیم و اون اتفاقی که در روان سرم افتاد این رو به ما نشون داد که مردم باز از نظر ایدئولوژیک یا از نظر سیاسی هنوز میخوان که یک مقاومتی نشون بدن به اون نمودهای مختلف، یعنی نمودهای مختلف سرکوب در ایران، که این یک نمونه است و شاید آخرین نمونه هم نبود. خب یک حرکت بسیار زیبایی هم فعالان مدنی سنندج انجام دادند بعد از اینکه مادر دلیر احمدی قاتل فرزندش رو بخشید. اونها به صورت جمعی بر مزار این جوان حضور پیدا کردند تا به این طریق از مادر ایشون تشکر کنند. به نظر میرسه که درسته و خب به هر حال موضوع اعدام همیشه در 3 دهه گذشته 4 دهه گذشته وجود داشته و همزمان با اون یک حرکت انتقادی و اعتراضی هم میشه گفت که همیشه وجود داشته، که فارغ از اینکه محتوای اون پرونده ها چی هست، چی بوده یا نبوده، اما شاید بشه گفتش که قبلا اون حساسیت بیشتر در مورد اعدام های سیاسی بود که مردم خیلی ناراحت و ناراضی بودن از اجرای اونها در کردستان و شاید بشه گفت که یک پدیده است که یکی از قطبهای مهمش در ایران کردستان بوده متاسفانه همزمان با جاهای دیگه. اما موضوع دیگه اینه که خب در خصوصا 10 15 سال گذشته اون آگاهی حقوق بشری مشخصا در کردستان هم نیروهایی بودن که تلاش کردند که اون رو بالا ببرن، جریانات مدنی، سازمان حقوق بشری، فعالان مدنی و این آگاهی مدنی یا این تلاشی که صورت میگیره خب مختص به کردستان نیست، در جای دیگه ایران هم شاهد یعنی پرونده‌ای وجود داشته که فعالان مدنی، خانواده ها تلاش کردند که مانع از این بشن که به اصطلاح بعد از کشته شدن یک انسان که هم مسئله قصاص مطرح میشه یک نفر دیگه هم در انتقام به اون مسئله کشته بشن. اما باز به نظر میرسه که در کردستان انگار که نتیجه و محصول این تلاش ها رو میشه خیلی کنکرتتر و مشخصتر دید و در مورد پرونده دلیر احمدی خب 2 جوان بودن با هم که دعواشون شده و درگیر میشن و یکی از اونها با چاقو حمله میکنه و اون رو میزنه و متاسفانه طرف مقابل جانش رو از دست میده، یعنی آقای احمدی
و بعد از این مسئله خب طبیعتا دادگاه حکم قصاص صادر میکنه برای اون کسی که مجرم هست و خانواده مقتول خب در آغاز مایه بودن که این حکم اجرا بشه، حکم قصاص. اما دو اتفاق افتاد، یکی اینکه فعالان مدنی به یک شیوه کاملا درست و اصولی سعی کردن که در خصوص ضرورت بخشش و ضرورت نگفتن به اعدام با خانواده مقتول صحبت کنن، در این حال که با اونا هم همدردی میکنن، در این حال که سعی میکنن که همزاد پنداری کنن با خانوادش، و این اتفاق میفته و در نهایت مادر مقتول رضایت میده که این در لحظه آخر نظرش رو اعلام میکنه و در لحظه ای که طناب دار رو بر گردن اون کسی که مرتکب قتل شده میاندازن و میخوان که چهار پایه رو بزنن، میگه که نه من میبخشم، اعدامش نکنید. و خب اینجا دیگه اوج اون یعنی نتیجه ای که قرار بوده به دست بیاد و باید به دست میومده و اون خانواده با اینکه رنج بزرگی داشتن، درد بزرگی داشتن، متوجه این مسئله میشن که با کشتن یک انسان دیگه اون یعنی نه پسر اونها دوباره جونش رو به دست میاره و نه اینکه اتفاق خوبی این وسط میفته و یک خانواده دیگه که اونها هم در واقع هیچ گناهی مرتکب نشدن، یعنی خانوادهش منظورمه، پسرشون رو که اون البته که جرم مرتکب شده به اصطلاح زنده خواهد بود و حالا میتونه یک حبس جایگزینی وجود داشته باشه یا هر مسئله دیگری. ولی اینجا دیگه ته داستان نبود، یعنی فقط گفتن نه از طرف خانواده پایان این داستان نبود و این بار فعالان مدنی که خیلی پیگیر بودن در سنندج تلاش کردن که تقدیر بکنن از این تصمیم و تقدیر خودشون رو، تشکر خودشون رو با یک قرار بر سر مزار کسی که مقتول بوده تنظیم میکنن و نشون میدن و مزار آقای احمدی رو، دلیر احمدی رو گلباران میکنن و به هر حال به نشانه همطور که گفتم ابراز احترام و تشکر از تصمیمی که گرفتن. بنابراین میشه گفت که حساسیت ها در مورد اعدام خوشبختانه خیلی بالا گرفته و خوشبختانه انگار که یعنی حداقل مواردی که موارد اخیر نشون میده که خانواده ها و افرادی که میتونن به حکم مرگ دیگران رضایت بدن و البته خیلی سخته که به اصطلاح ببخشن، اما این به اصطلاح فرهنگ کم کم داره جا میفته که اونها چشم پوشی کنن از کشته شدن آدم های دیگه و اعدام آدم های دیگه و فکر میکنم که این خبر، یعنی انتشار این خبرها و این اقدامات مدنی که صورت میگیره یک تشویقی هست برای ده ها و صد ها خانواده دیگه که تو موقعیت های مشابه هستن و اونا هم میتونن آدم های دیگر رو بکشن اما یعنی حکم قصاص رو بخوان که اجرا بشه، منتها شاید این جنبش مدنی اصرارش این هست که بگید که لطفا این کار رو نکنید و یک حالت میشه گفتش که کم کم انگار که این نشانه ها به ما میگن که در آستانه تبدیل شدن به یک فرهنگ از هرچند قطعا زمانبر هست، ممکنه مقاومت صورت بگیره به این راحتی نیست، اما نشانه مثبت هم کم نیست. شما اشاره کردید به حساسیت هایی که در مناطق کردنشین ایران وجود داره. ما شاهد هستیم که به عنوان مثال در زمینه محیط زیست هم فعالان مدنی توانستند تأثیر زیادی بر رفتار مردم بگذارند. نمونه های مختلفی داریم، مثلا دوچرخ سواری در مریوان که زنان هم اجازه نداشتند، بعدا زنان در هر صورت دوچرخ سواری کردند همراه دیگر شهروندان به خاطر مبارزه یا اعتراض به آلودگی هوا، یا خاموش کردن حریق در جنگل های اطراف همین شهر، و یا حرکتی که سال گذشته صورت گرفت که بسیاری از شکارچیان در شهرهای مختلف تفنگهای خودشون رو شکستند و گفتند دیگر به شکار نخواهند رفت. این حساسیت نتیجه چه عمل کرد و چه سیاست و از سوی جامعه مدنی است؟
خب به نظرم از نظر تاریخی این مسئله رو باید بررسی کرد، یعنی این مسئله اتفاقی نیست که در سالهای اخیر رخ داده باشه، ممکنه که نمودهای بیشتری رو ما دیده باشیم، ولی خب مثلا ما وقتی که در مورد فرضاً شهر مریوان صحبت میکنیم که یکی از قطبهای اصلی این مسائل در کل ایران هست، خب مثلا مریوان یک اتفاق تاریخی مثل کوچ تاریخی مریوان رو داره که وقتی که نیروهای تازه به دوران رسیده یا به حکومت رسیده حکومت جمهوری اسلامی میخوان که به شرایط کردستان لشکرکشی کنن، اونجا مردم و فعالان مدنی و سیاسی تصمیم میگیرن که در اعتراض به این مسئله کل شهر رو ترک کنن و در یک راهپیمایی تاریخی از مریوان کوچ میکنن، یعنی کل مردم شهر و بیشتر مردم شهر، و اون طرفتر مثلا مردم سنندج هم میان در حمایت از مردم مریوان کوش میکنن و به سمت مریوان میان. میخوام بگم که این مثال ها به ما میگه که جامعه کردستان همیشه مستعد بوده برای کنش های مدنی مسالمت آمیز، همیشه یک ذهنیتی اونجا وجود داشته که حتی اگه جنگی هم اونجا بوده بر ضرورت صلح تاکید کرده، حتی اگه مثلا حکومت سعی کرده که خشونت رو دامن بزنه، جامعه دوست داشته که دنبال راههایی بگرده که به آرامش و صلح منجر میشه و کاری مسالمت آمیز یا اعتراضات مدنی، و همیشه این تلاش ها بوده و مشخصا در سالهای اخیر خیلی این مسئله سیستماتیک تر شده و فرضاً در مریوان فعالیت های زیست محیطی از جمله، خب مریوان جایی که مرتبا آتش سوزی درش اتفاق میفته، خود مردم هن که دارن آتش سوزی یعنی صدها هکتار جنگل رو که مرتبا در معرض آتش و حریق هست اون رو مهار میکنن، یا سایر فعالیت های دیگه. یعنی به نظر میرسه که آگاهی مدنی در شهر کردستان به اصطلاح مرتبا در حال افزایش هست و بعضی از شهر مثل مریوان خیلی درش پررنگ است، هم از نظر کمی و هم کیفی. جامعه همیشه در صحنه هست، همیشه نظر خودش رو میگه، همیشه اگه آزادی هاش محدود میشه واکنش نشون میده. در شهر دیگه هم کم و بیش این طور هست. بنابراین میشه گفتش که یک انگار که یک ذهنیت دیگه تونسته اونجا بالفعل بشه و خودش رو نشون بده و این ذهنیت ممکنه وجود ذهنیتش در سایر مناطق ایران هم وجود داشته باشه، اما اونجا به دلایل دیگه نتونسته به این شکل خودش رو یعنی بالفعل بکنه و این نمودهاش رو مثلا همونطوری که روزانه در مریوان میبینیم که این اتفاق میفته فرضاً در جاهای دیگه ببینیم. بنابراین فکر میکنم که کردستان یکی به این دلیل که جایی بوده که همونطور که قبلا گفتم از نظر ایدئولوژیک و سیاسی حکومت و اون ایدئولوژی حکومت که تولید میکنه زیاد نتونسته اونجا خودش رو تثبیت بکنه، این از یک طرف، و دو تلاش های گروه هایی که سکولارن، گروه هایی که به اصطلاح دموکراسی خواهند، گروه هایی که در تئوری باور به همزیستی دارند، نمیدونم این کدهای دموکراتیک رو تا حدی بهش باور دارن، اینها شانس هایی بودن که کمک کرده که خود شهروندان هم شانس مواجه شدن با گفتمان‌های دموکراتیک یا گفتمانی که حداقل از نظر تئوریک میتونن به گسترش دموکراسی کمک بکنن رو داشته باشن، و به هر حال همون اتفاقی که افتاده که مردم همیشه گوش به زنگن و همیشه در صحنه هستن و زن و مرد و همه رده‌های سنی در همه حوزه‌ها سعی می‌کنن که فعالیت مدنی مسالمت آمیز رو خودشون انجام بدن و نقش دولت رو کاهش بدن. یعنی دولت با اینکه انتظار دارن که دولت انجام بده، ولی وقتی که دولت کاری رو که باید انجام بده نمیده، خود مردم وارد عمل میشن، از جمله برای مثلا آتش سوزی که خود مردم دارن روزانه با کمترین امکانات اون رو دفع میکنن و سایر اقدامات دیگه. سپاس فراوان از همراهیتون.